بازتاب به اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. نیوزمکس: مجلس نمایندگان لایحه مسدود کردن همیشگی 6 میلیارد دلار به ایران را تصویب کرد. کیت سلف نماینده مجلس نمایندگان گفت: تنها یک زبان وجود دارد که توسط دشمنان ما قابل درک است. آن هم زبان زور و قدرت است. سایت کنگره آمریکا: بیانیه استفانیک در مورد تصویب قانون ممنوعیت تأمین مالی برای تروریسم ایران. آرمز کنترل تودی: رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم ایران راجع به رد بازرسان مجرب آژانس و ادامه عدم اجرای تعهدات پادمانی خود را به شدت محکوم کرد. سایت پارلمان اروپا: اتحادیه اروپا قاطعانه از مقامات ایران می‌خواهد که برخورداری کامل از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه ایرانیان از جمله افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی اطمینان حاصل کند. واشنگتن پست: مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار از مبادله زندانیان تصویب کرد. سایت هیل: با تمرکز ایالات متحده بر غزه، سانتریفیوژهای هسته‌ای ایران به چرخش ادامه می‌دهند. جوریست: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام حمیدرضا آذری 17 ساله و میلاد زهروند 22 ساله در 24 نوامبر توسط ایران را محکوم کرد. شمس پرس: رژیم ایران دو نوجوان زیر 18 سال را به اضافه یک ورزشکار که در مسابقات قهرمانی آسیا به مقام سوم دست یافته بود را اعدام کرد. رسالت و پست مصر: فراخوان به محکومیت قاطع موج اعدام‌ها و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام، به ویژه 5 زندانی همپرونده ایوب کریمی.